بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على حبيبه وصفيه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين فبعد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام المعروف بقدر المعرفة وأيضا قال رسول الله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق شرف نفس بجود است و کرامت به سجود هر که این دو ندارد عدمش به زی وجود ای که در نعمت و نازی و جهان غره مباش که محال است در این مرحله امکان خلود و ای که در شدت فقری و پریشانی حال صبر کن که این دو سه روزی به سرایت معدود إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا برای قبولی طاعات و عبادات و توسلات صلوات محمد فرمائید موضوعی که امشب و فردا شب خدمت شما طرح خواهم کرد در مورد آموزه‌های اخلاقی امام حسین هست. ما برای ابو عبدالله الحسین خیلی زیاد عزاداری میکنیم، اما پیام اون حضرت برای شخصیت و برای تکامل ما چیست؟ این را شایسته و بایسته است که بیشتر به بحث بگیریم. این حدیث از پیامبر خیلی زیاد مشهور است که پیامبر فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی جوهر دین. در تعامل ما سه تا تعامل داریم، یک تعامل با خدا، تعامل یعنی ما با خدا چه نوع رابطه‌ای داریم، تعامل با خودمان یعنی با خودمان چه رفتار داشته باشیم، تعامل با انسان ها، البته تعامل با طبیعت هم مطرح هست. خب بگذاریم، اگر ما خواسته باشیم بزرگترین مسئولیت خود را ادا کرده باشیم، مهمتر از همه انسان باید تعامل با خدا و تعامل با خلق را یاد بگیرد. اگر این دوتا را یاد گرفت، تعامل با خودش را هم یاد خواهد گرفت. خب در قرآن کریم ما میگیم دین اسلام دین اخلاق هست. در قرآن کریم بیشتر از همه ما به چی چیز توصیه شده؟ در خیلی جاهای قرآن مثلا ما میگیم که قرآن دارد اقیم الصلات، بعد از اقیم الصلات چیه؟ و آت الزکات. این یک جای قرآن آمده؟ نه. دو جا آمده؟ نه. سه جا آمده؟ نه. هر جای قرآن که گفته اقیم الصلات، پشت سرش چی گفته؟ و آت الزکات. زکات یعنی ما نماز را که میخوانیم. فعلا بنده صحبت سر نماز را نمی کنم، صحبت سر این زکات هست. از دوستا بازم به خدمت اینجا بالاخره طرح کنه که زکات، فایده زکات چیه. حالا زکات ما به معنای عام میگیریم، زکات یعنی شامل مثلا وجوهات مختلف میشه، شامل صدقات میشه، شامل هر دست خیر گشودن هست در راه رضا، هر رضای خداوند، هر کاری که میکنیم در راه اربعین امام حسین، مجلس امام حسین، محافل دینی، خدمت به هم نوعان و در واقع حتی پول به بستگان و محتاجان و نیازمندان در افغانستان و کشور دیگه جای دیگه میفرستیم، همه اینها یعنی دست خیر گشودن در واقع یکی از مصادیق زکات هست.
خب شما بفرمایید از دوستو بگید که فایده همه خوب کمک کردن به مردم یا زکات چیه؟ فایدهش دوستو میتونه بگن؟ احسن احسن. خب این پیسه پاک میشه. دیگه از دوستو دیگه چی میگه؟ خب برکت. برکت. دیگه از دوستو فایده خوب کمک کردن به مردم چیه؟ وجوهات. فایده به خود آدم اون داره یا نداره؟ حالا غیر از اون که پیسه پاک میشه و خلاصه ثواب داره، غیر از اون فایده دیگه هم داره یا نه؟ نه فایده. یعنی این نکته چیه؟ کسی که به مردم کمک میکنه، کسی که دست خیر داره به مردم کمک میکنه، این کمک کردن ثواب که پیش خدا داره، از خزانه خدا که گم نمیشه، مال که پاک میشه. بالاخره اون چیزایی که شما فرمودین اونا همه سر جای خودش هسته. اما نکته ای را که آج آقای مهم بگفتن این نکته ای بود که بنده میخواستم بگم. این فایدهشی فایده روانشناسی اصلا قیامت و اون بالاخره خزانه خدا زیاده، اون که خیلی زیاده. اون پیش خداوند میگه که کسی که در راه خدا کمک میکنه، دست خیر باز میکنه، یک چیز را در راه خدا میدهد و تقدیم میکند، این مثل یک دانه گندم هسته که یک دانه گندم را انسان بکارد، بعد از یک دو سه ماه تبدیل به خوشه گندم میشه، مثلا 7 خوشه شود. حالا بعضی جاها در وطن ها بنده شنیدیم که میگه 30 خوشه شده. حالا 30 تا نه، حداقلش 7 خوشه میشه. یک گندم وقتی که بیرون میشه 7 تا شاخه، یک شاخه این طرف، یک شاخه این طرف، یک شاخه این طرف، 7 شاخه میشه. در هر شاخه ای که باز 100 تا گندم باشه، یک گندم 700 گندم میشه. قرآن مثال میزنه میگه شما که در راه خدا انفاق میکنید، پیش خدا و در دنیا و آخرت اجرش اینچنینه، یعنی 700 برابر میشه. اما والله یضاعف، خدا اگر خواسته باشه ایره 7000 تا هم جور میکنه. پیش خدا که آسانه. صلوات محمد فرمایید. این که حاجی گفتن به این الان میخوایم برسیم، این که انسانی که کمک میکنه حتی پیش یک کسی که ثواب و منطق دین و منطق اسلامی داشت قبول نداره، پیش یک روانشناس میره، یک کسی که ایتیست یعنی منکر خدا هسته، بگیم آقا تو یک انسان کمک میکنه، فایده یک کمک کردن چیه؟ فایدهش به خود آدم چیه؟ مگر که کسی که کمک میکنه به اصطلاح انگلیسی جنراسیتی، سخاوت، کسی که سخاوت داره فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که انسان، روح انسان باز میشه، انسان چی میشه؟ بر هوای نفس خود غالب میشه، انسان تربیت میشه، خود آدم تربیت میشه. مثل چی؟ مثل همینی که اینایی که به اصطلاح هواپیما را پایلوت هسته، یا این کسانی که ورزش میکنه که خود از بالای کوه و کمر به زمین پرتاب میکنه با چتر، یعنی شجاعت پیدا میکنه، ترسش گم میشه. همین رانندگی، پایلوت شدن و خیلی کارهای دیگه که در زندگی ما میبینیم، انسانهای بزرگ روح بزرگ دارن، یعنی نترس هستن، ترسش گم میشه و یاد میگیره که چی کار بکنه. کسی که سخاوت میکنه روحش تربیت میشه به این که دست مردم بگیره. این آدم روحش پرورش پیدا میکنه و از مال دنیا جدا میشه، میگه میفهمه که مال دنیا با او همیشه نیست و آزاد میشه. همین که انسان آزاده میشه از این قید تعلقات و انسان آزاد میشه از این طمع و حرص دنیا و مبارزه با نفس میکنه، این خودش برای یک انسان یک کماله. این فرق نمیکنه مسلمان باشیم نباشیم، کافر باشیم، غیر از او در هر دینی که باشیم، در هر دین و حتی کسی که ایتیست هست، دو تا ایتیست داریم، یک ایتیست داریم که به مردم کمک میکنه، یک کسی منکر خدا داریم که به مردم کمک میکنه، یک کسی منکر خدا هست هم به مردم کمک نمیکنه، همینطور دست خودش محکم میگیره. در هر دین، در هر آیین یا در هر نظام فرهنگی و اجتماعی، اونی که سخاوت داره او را همه مردم میستایه. به خاطر چی؟ به خاطر که بگه روح بزرگ داره. پس ببین که فایده این جود سخاوت برای اینه که انسان خودش تربیت میشه. صلوات محمد فرمایید. قرآن که میگه اقیم الصلاة یعنی برای خدا نماز بخونید، میگه و آتو زکات یعنی این ایتای زکات هم برای تربیت تو لازمه.
این که زکات و یا به مردم کمک میکنی برای تربیت خودتان لازمه. همینطوره که نماز روح تو رو پرورش میده، به مردم کمک کردن هم روح تو رو پرورش میده. این یک فایدهشه. فایده دیگه چیه؟ که مردم، مشکلات مردم ما درک میکنیم، دست مردم میگیریم، حقوق بشر رعایت میشه. یعنی قرآن چی میگه؟ قرآن میگه که خدا به بعضی ها زیرکی داده، خدا به بعضی ها رزق و روزی زیاد داده، بلده که راه رزق و روزی راحت میتونه پیدا کنه. بعضی ها راه رزق و روزیش بلد نیست، پیدا نمیتونه. اونی که پیدا میتونه، این میتونه به دیگرها کمک شود، کمک شود و در واقع خالقاه اونها را پر کنه. از امام زین العابدین خدمت شما این مطلب را نقل میکنم. میگه امام زین العابدین مواردی بوده که فقرا و به مستمندا کمک کرده. امام زین العابدین کمک کرده. خب کمک کردن سری ایمه یک چیز آسانیه. کمک کرده و چیکار کرده؟ اون کسی که به ایش به او کمک کرده و حق او رو گفته که دست بده. اون دستش که داده چیکار کرده؟ امام زین العابدین دست او رو کشیده. کشیده چیکار کرده؟ امام زین العابدین خم شده و دست اون کسی را که به او کمک کرده دست او رو بوسیده. این روایت داریم. روایت داریم از او پرسیدن که آقا چرا این کار کردی؟ حضرت فرمود که چی؟ حضرت به زبان عربی این متن روایت میگه که لأنها تقع فی ید الله قبل ید العبد. اینه که من به این آدم کمک میکنم، این مثلا 100 دلار یا 1000 دلار، این پولی که من به یک انسانی کمک کردم، یک مبلغ را دادم، پیش از اونی که به دست این آدم برسه به دست خدا رسیده. ببین میگه که لأنها تقع میرسد فی ید الله در دست خدا این کمک من قبل ید العبد، پیش از اونی که به دست این آدم برسه. چطور؟ خدا میگه ما درون را بینگریم و حال را. همینه که پیش از اونی که پول بدید در ذهن خود نیت کردی خدا من به تو دادم، در راه تو انفاق کردم، این به دست خدا همین اولریدی پیشا پیش رسید دیگه. رسید یا نه؟ نیتی که با خود همین معامله کردید در قلب خود، خدا گفت که گرفتم دیگه. این پیش از اینکه به دست یه آدم یک ثانیه بعد بدی، این پیش از پیش به دست خدا رسیده. لأنها تقع فی ید الله قبل ید العبد. ما درون را بینگریم و حال را، نی برون را بینگریم و حال را. بایزید بسطامی چی میگه؟ مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن، هر دست که دادن همان دست گرفتن. یعنی تو که به خدا میدی، در واقع خدا در اکاونت تو 100 برابر اضافه میکنه. هر دست که دادن از همون دست، هر دست که دادن همون دست گرفتن، هر نکته که گفتن همون نکته شنیدن. صلوات محمد فرمایید. حالا ما از نظر منطق زندگی طبیعی اجتماعی، یک کسی که در بنده در اکانت خود یک مبلغ دارم، من خدا به من زیادتر داده، به یکی دیگه کمتر داده، باز به یکی به مراتب از من بیشتر داده، ما در جامعه میبینیم که بالاخره هر کسی در یک وضعیت اقتصادی هست. ما میگیم این حق بنده یا حق ما یا رفتیم بالاخره خدا از این طریق به من رسانده، این حق منه، حق منه. اما قرآن چی میگه؟ میگه که کسی که تو نماز میخوانی و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، یعنی شما شبها اگر مؤمن هستی با خدا صحبت میکنی و بالاسحار هم یستغفرون، شبها با خدا در ارتباط شو. سحرها مؤمن کسیه که شبها با خدا صحبت میکنه و بیدار هست، سحرها استغفار میکنه و بالاسحار هم یستغفرون. بعد آیه بعدی چی میگه؟ و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، یعنی حتی از مالی که تو داری نگو این مال ما هسته، بگو که بخشی از این مالی که به ما هسته این مربوط به سائل و محروم هسته، حق اونایه. نگو که من میخوام به اونا کمک کنم، حقی از من هسته، من از حق خوب اونا میدم، نه، حق اونایه که باید از من بگیره. حق للسائل والمحروم. صلوات محمد فرمایید. خب میگه یک چون اربعین هست، مناسبتش با امام حسین علیه السلام هست، صحبت هست بالاخره اخلاق امام حسین گفتیم دیگه، اخلاق امام حسین. امام حسین چطور انسانها را به اصطلاح از نظر اخلاقی میخواید ما را تربیت کنن؟ میگه یک آقای آمد پیش امام حسین گفت که یبن رسول الله، من این مقدار وزن من داغون، این مقدار بدهکارم. داستانش طولانیه، من داستانش را نقل نمیکنم. آقا
بر نظر شما چیکار میکنن؟ خب راحت میتونه دیس خوره در جیب خوب باره یا بالاخره از همون جی که هسته راحت یک مبلغ بهش میده. امام چیکار میکنه؟ مبلغ بهش میده به راحتی یا نمیده؟ امام میگه چیکار میکنه؟ امام میگه که من از پدر خود علی یک روایت شنیدیم، از جد خود هم یک روایت شنیدیم. این دو تا روایت خدمت توی که آمدی خدمت توی دو تا روایت نقل میکنم. سمعت ابی علی یقول، شنیدم که پدر من علی مرتضی فرمود قیمت کل امرئ ما یحسنه، هر انسانی یک ارزش دارد. من میخوام ببینم که ارزش تو چی مقدار هست. حضرت علی فرمود که هر انسان یک جایگاه یک رتبه معنوی دارد. از نظر حقوقی همه ما و شما حق برابر داریم در جامعه، اما از نظر معنوی انسان ها فرق میکنند. قیمت کل عمر این ما یحسنه، اون چیزی که هر کس به او را تحسین و حسن و زیبایی میبخشه. من میخوام ببینم که جایگاه معرفتی تو چیه. و این حدیث از حضرت علی علیه السلام بعد فرمود که سمعت جدی یقول، من از جد خودم پیغمبر شنیدم که چی؟ پیغمبر گفت المعروف به قدر المعرفه، به آدم ها خدمت و سرویس زیاد بدهید به اندازه معرفتشان. اگر میخواید والنتیر برای کسی کمک شوید و خدمات رسانی کنید، اونهایی که اولویت داره و اونهایی که معرفتش بیشتره هوای اونها رو بیشتر داشته باشید. خب المعروف به قدر المعرفه. حالا این دو تا حدیث حضرت علی و حدیث پیامبر رو خواند، بعد حالا امام حسین چه کار میکنن؟ میگه آقا جان من از تو سه تا سوال مطرح میکنم. سوال مرا اول مرا جواب دادی، یک سوم نیازهای تو را ادا میکنم. دو سوال اول را گفتی یک سوم، سوال دوم را جواب گفتی دو سوم، سوال سوم را اگر جواب گفتی همه نیازهایی که اینجا به اصطلاح مبلغی که لازم داری همش میدم. این بنده خدا چی شد؟ اگر با شما باشیم دیگه میگم که خب امام حسین هم میخواید که دیگه ما را برای خص کنه محترمانه. بگم سوال یک آخوند یک ملا را، سوال یک آخوند یک ملا، سوال دوستای کارگر را بنده جواب گفته نمیتونم، سوالی که من مطرح میکنم شما جواب گفته نمیتونم، سوال امام حسین یه آدم اعرابی میتونه جواب بگه که نمیتونه. این بنده خدا بالاخره دل شهیدگری لرزش گرفت که امام حسین از ما حالا مگه که سه تا سوال مطرح میکنه. خب گفت که چاره نیست، گفت بفرمایید اشکال نداره دیگه، توکل تو علی الله، همین تو کلمه توکل تو علی الله رو بکار برو، چرا ان شاء الله توکل به خدا سوال تو مطرح کنه، اگر چی که من بلد نیستم ولی خب جوابم گفته نمیتونم، ولی خب خوبه حداقل یک آموزه خدمت از شما یاد میگیرم. حضرت فرمود که سوال اول اینه که ای افضل الاعمال، بهترین عمل چیه؟ حالا ما اگه باشیم چی میکنیم؟ اگه محسن از شما بپرسه که بهترین عمل چیه ما چی بگیم؟ بهترین عمل چیه؟ بهترین عمل نمازه. از یکی میپرسه بهترین عمل چیه میگه نماز، یکی میگه روزه، یکی میگه حج، یکی میگه بالاخره خدمتی به مردم، یکی میگه فلان فلان. اعمال خوب الا ماشاءالله داریم، هر عمل خدمتی به والدین، کمک برای مردم، کار روزانه برای رزق حلال، همه از اینها کار خوبه. این آدم ماند که چی کار بکنه، با خود فکر کرد دو تا چهار تا نماز روزه این دید که بهترین عمل چیه؟ گفت که الایمان بالله، کسی که ایمانی به خدا داشته باشه هم حجش خوبه، هم نمازش خوبه، هم روزش خوبه، ده همه کارهای خوب. کسی که ایمانی واقعی باشه، البته ایمانش ایمانی واقعی باشه، نه ایمانش مثل ایمان ما موروثی و همینطوری، بلکه ایمانش واقعا، کسی که از عمق وجود ایمان به الله داشته باشه، از این آدم همه کارهای خوب صادر میشه، کار بد از این آدم صادر نمیشه. صلوات محمد فرمایید. اگر ایمان به خدا به معنای راستی کسی داشته باشه دیگه همه چیزا حله، همه یه چیزایی که گفتیم اینا فرقشه. اصل ایمانی به خدایه، یک عمل قلبیه. خب آقا گفت که قبول، برو یک سیوم دارم. فرمود سوال بعدی اینه که فما نجات من الهلاکه، بعد از رای گریز از بدبختی چیه؟ رای گریز از بدبختی این با خود فکر که چیه؟ گفت که اثقه بالله، بازم باید
بریم توکل خود و ثقه و توسل خود به خدا کنیم. خب این شد حضرت فرمود که دو سوم گرفتی. سوال سوم از این مطرح میکنم، فما یزین المرء، چی چیز در زندگی دنیا به درد آدم میخوره؟ یزین یعنی زینت زندگیه، چی چیز در زندگی ما و شما به درد میخوره؟ حالا خدا و بیشت که بگذارم کنار، در دنیا اگر کس خدا و بیشت هم قبول نداشته، چی چیز در دنیا برای انسان شخصیت میاره؟ یزین یعنی شخصیت میاره، زینت میشه، شخصیت میاره. شخصیت آدم به چیه؟ ای با خود فکر کرد، گفت علم نهو حلم، اگر انسان علم داشته باشه ولی عالم خوش اخلاق باشه، آفرینش، این آدم به اصطلاح اینجا چی؟ پوزیتیوه، گود. علم مع حلم، علم باشه و حلم هم کنارش باشه. خب آقا گفت که همه مردم که بالاخره دانشگاه و حوزه نمیره، اگر کسی علم نداشت چی؟ جواب گفت تمال معه کرم، مال خدا به آدم بده که مثل حاکم طایی به مردم کمک کنی. همینطور دیگه خدا به آدم رزق روزی حلال بده که دستی به مردم کمک کنی. اگر مال داشتی و مال حلال داشتی و به مردم کمک کردی، کرامت و سخاوت وجود داشتی، این برای تو شخصیت میاره، شخصیت میاره. اگر میخوای در دنیا متشخص شوی به مردم کمک کن، این شخصیت دنیایی برای آدم میاره. گفت که همه مردم که پولدار نمیشن، فقیرا چیکار کنم؟ فقیر اگه بودی چی گفت؟ این بنده خود خود به خودش صبر کرد، گفت که فقر معه صبر، اگه فقیر بود چی؟ صبر داشته باشه. آقا فرمود که خب اگه فقیرم بود و صبرم نکرد چی؟ گفت که بهتره ما که یک سایه یک جرقه از آسمان بیاره یا آدم مثل که تو برق میگیره و از بین میبره، همین تو تلف کنه ببره، به خاطرش و خاطر که آدم دزدی هم میکنه، دروغ هم میگه، دغل هم میگه، هر کاری که میگه از آدم سر میزنه. صلوات محمد فرمایید. امام حسین گفت آفرین، برو سه تا سوالی که من کردم از اون سوالهای پیچیده تو دل مسائل و بهار الانوار و نمیدونم جواهر و کتابهای پیچیده نگفتم، این کتاب سوالهایی که خودت راحت با خودت که فکر کنی جوابش پیدا میتونی. ایمان، ثقه بالله و علم و حلم و صبر و کرامت و سخاوت. خب بعد امام حسین چیکار کرد؟ گفت برو تمام این مبلغی که لازم داشتی، که البته مبلغش کم نبوده، خیلی زیاد بوده، مبلغش همه رو یک بارگی داد. یه آدم تعجب کرد، به 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 به، این همه به ما کمک کرد، باورم نمیشد. و تازه دو تا حدیثم یاد گرفتم، یک حدیث از پیغمبر و یک حدیث از تعلی، یک بحث نگوشیت علمی هم شد. صلوات محمد فرمایید. اگه امام حسین می جا با جا می تو کمک میکرد، یه حدیثی بشه بود که خدمت شما بنده نقل کنم که نبود دیگه، همین بحث علمی بود که اینجا مطرح شد. بازم صلوات محمد فرمایید. حالا یک داستان کوچیک دیگه نقل میکنم، این مقدمه به اصطلاح روزه باشه. مگه یکی از این علما و یکی از وعاظ و یکی از این شخصیت‌های سخنوری بوده که البته تازه نبوده، این حدود شاید 60 سال قبل بوده، 70 سال قبل بوده، به نام یک آقایی بوده، اسم کوچیکش نقل نکرده، گفته که سید بوده، عالم با محمد حسین تهرانیه که بنده ایشان را حدود 35 سال قبل ملاقات کرده بودم، در مشهد بود، حدود 20 چند سال میشه که به رحمت خدا رفته. یک شخصیتی بود واقعا عالم فرزانه، جلوه ای از خدا بود، واقعا شخصیت بود که من وقتی ایشان دیدم دیگه اصلا خیلی برای من هیچ گاه فراموش نمی کنم. یک صبح جمعه خانه خودش محفل داشت، محفل دینی داشت، نزدیک حرم، یعنی نزدیک چهارای شهدا اینجا بود. خب علامه محمد حسین تهرانی در کتاب روح مجرد داستان نقل میکنه، میگه یک سخنوری بود، سخنرانی میکرد، یک عالم دینی بود، سخنرانی او که تمام شد، بعد سخنرانی او یک آقای آمد، یک شعر حافظ آورد، شعر حافظ آورد، گفت که شعر حافظ برای من بگو که چیه؟ شعر حافظ مصداق از شعر حافظ چیه؟ البته شعر حافظ چند رقم معنا میشه، اگر پیش آدم عادی بگذاری خب همین یک معنای عادی میکنه، اگر پیش علما و حکما ببری شاید معنای بسیار پیچیده بکنه. شعر چیه؟ شعر اینه که میگه که مرید پیر مغانم، مرید پیر مغانم، ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کرده و او به جا آورد. گفت که معنای از این شعر چیه؟ این خود شعر حرفش اینه که یک آقای وعده به من وعده داد، ولی این آدمی که وعده داده بود، این او به وعده عمل نکرد، ولی کسی که وعده نداده بود او بهتر از این عمل کرد. مثل اینه که یک آدمی به بنده وعده میده،
بگه که بیا اینجا این خدمت را خدمت شما این مشکل شما را حل میکنم میرم او حل نمیده روح القدس سرباز مدد فرماید دیگران نیز بکند آنچه مسیحا میکنم لنفس به روح القدس یک شاعری در وصف اهل بیت شعر گفت بعد امام گفت که این شعری که تو گفتی این شعر شعری تو نبود روح القدس روح القدس یعنی اون فرشته خداوند در کام تو این شعر گذاشت اگر نه به راحت آدمیزاد شعر گفته نمیتونه این شعرهای معنوی را گویا خود در واقع یک فرشته برای آدمی این شعرها را الهام میکنه خب برادر این شعر حافظ گفت برای من معنا کو یک آقایی به من وعده داد او کسی که وعده داده بود او به وعده عمل نکرد مرید پیر مغانم زمن برنج شیخ که چرا که تو وعده دادی و او به جا آورد او کسی دیگه به وعدش عمل کرد گفت معنی از این شعر چیه؟ یه عالم چی گفت جوابشه؟ گفت که دو کس بود یکی وعده داده بود ولی عمل نکرد ولی کسی دیگه بود عمل کرد اونی که وعده داده بود حضرت آدم بود اونی که به جا آورد حضرت علی بود حضرت آدم وعده داده بود به خدا که من گندم نمیخورم راحت چشم خدا را که چپ دید رفت گندم خورد و ماها بدبخت شدیم افغانستان و ایران و ونکوور و مهاجرت و بالاخره این چیزایی که میبینیم همین روزگاری که داریم همینا را داریم دیگه این گندم خورد و به وعده خود عمل نکرد ولی خدا که به علی وعده ازش نگرفته بود که گندم بخوره نخور علی یک عمر گندم هم نخورد صلوات محمد فرمایید چرا که تو وعده داده بودی و او به جا آورد آدم وعده داد ولی علی عمل کرد خب این آدم این شعر معنا کرد بعد این جوانی که این شعر رو معنا کرد معنایش از این روحانی گرفت این روحانی دیگه ما روحانی هم نمیریم دیگه شاید دیگه وقتی بنده از دنیا رفتم بعد میگه که این روحانی و این سخنور از دنیا رفت یک سال بعد یا دو سال بعد این روحانی رو یک شب از شبها در خواب دید گفت همین معنایی که کرده بود اون معنا اون معنای تو درسته یا نه اما شعر به من معنا کرده جالبیه که در خواب گفت قصه های اتفاق میفته این آدم در زندگی خود ای از آجاها این معنای این شعر گفت آجاها گفت معنای شعر ایه که آدم وعده داده بود و علی وفا کرد گفت حالا که از دنیا رفتیم معنای این شعر چیه چیزی دیگه یه دستگیرت شد یا نه گفت حالا آمدم معنای این شعر معنای واقعی شعر فهمیدم معنای واقعی شعر چیه گفت که حضرت ابراهیم وعده داده بود اما حسین وفا کرد صلی الله علی محمد و آل محمد اونجا میگفت که آدم وعده داده بود که ما گندم نمیخورم علی وفا کرد اما ما که این روحانی میگه من وقتی که از دنیا رفتم ها تازه فهمیدم که معنای شعر یه که ابراهیم وعده داده بود که خدای من اسماعیل را در راه تو قربانی میکنم خدا از او خواست بود بسم الله بیا اسماعیل را قربانی کن هی بالاخره سبک سنگین میکرد که کار را بکنی و نه شب اول خدا بهش الهام کرد عمل نکرد شب دوم و شب سوم از آخر با هزار ترس و لرز اینا که اسماعیل را چیکار بکنم این هزار ترس و لرز حسین اما اسماعیل که قرار بود ذبح شود از آخر خدا دلش به ابراهیم سوخت البته حالا ما شوخی می‌کنیم زبان ما است به ابراهیم کجا آماده شده بود ولی خب فلما تله للجبین خب در اونجا خداوند و فدیناه به ذبح عظیم قوچی را فرستاد که به جای اسماعیل این را ذبح کن اما امام حسین به این وعده عمل کرد یعنی در صحرای کربلا در منای به نام کربلا در اینجا اون عشق بازی در راه خدا کرد هر آن چیزی که داشت تمنی متعال کرد که برادر عزیزمان آقای رحیمی در همین اشعار گفتن در اشعارشان گفتن که امروز الان این لحظه که ما و شما هستیم در لحظه 40 دیگه بالاخره 40 میلیون ها زوار داره در حالی که مکه و منا اونقدر جمعیت در ایام حج نداره این از کجا نشأت گرفته؟ اینه که امام حسین به وعده ای که خدا بهش خدا از پیامبرا وعده گرفته بود که ای پیامبران هر چی دارید در راه ما تقدیم بکنید اما امام حسین وفا کرد و با همه عزیزانش در راه احیای حقیقت گام برداشت بخش دیگری از صحبت‌های خودم را شب‌های فردا شب یا شب‌های دیگری خواهم گذاشت این بماند به اینجا که مرید پیر مغانم زمن مرنج شیخ چرا که تو وعده کردی و او به جا آورد و امام حسین فدیناه و ذبحاً عظیم از امام رضا پرسید معنای ذبح عظیم چیه؟ گفت ذبح عظیم اون نیست که بالاخره کوچه را خدا برای به جای اسماعیل فرستاد ذبح عظیم اون چیزیه که در کربلا اتفاق افتاد که امام حسین علیه السلام مظلومانه شهید شد